Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei spoke at a ceremony on Monday marking the 35th anniversary of the death of the leader of Iran's 1979 Islamic Revolution, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Commenting on the ongoing conflict between Israel and Hamas, he said the Israeli regime was melting and ending in the eyes of people worldwide. واقع قضیه این است که رژیم صهیونیستی یک محاسبه غلطی کرد، یک تحلیل غلطی کرد از توانایی های جبهه عظیم مقاومت. امروز یک جبهه بزرگی در منطقه ما وجود دارد به نام جبهه مقاومت. این جبهه توانایی های زیادی داره. رژیم صهیونیستی در فهم این حقیقت دچار اشتباه شد، دچار غلط شد. به دست خودش رژیم صهیونیستی خود رو در یک دالان بن‌بستی انداخت که پشت سر هم شکست ها پی در پی به سراغش خواهند آمد و از این دالان به حول و قوه الهی راه نجاتی پیدا نخواهد کرد. خامنه‌ای also mentioned forthcoming presidential elections in the country following the death of Ibrahim Raisi in a helicopter crash last month, who was once seen as a possible successor to him. بعد از این حادثه تلخ مردم جمع بشن با آراء بالا مسئول بعدی رو انتخاب بکنن. این در دنیا انعکاس فوق‌العاده است. لذا این انتخابات بسیار مهمه. این حماسه انتخابات مکمل حماسه بدرقه شهیدانه.